سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم به پنج ویتامین و مواد معدنی مهم برای کاهش فشار خون و راههایی برای دریافت طبیعی این ویتامین و مواد معدنی رو برای شما معرفی خواهیم کرد شماره یک پوتاسیوم پوتوسیوم پوتاسیوم مهمترین ماده مغذی مورد بحث در مورد کاهش فشار خونه احتمالا به شما گفته شده که در صورت داشتن فشار خون بالا مراقب مصرف نمک خود باشید بله نمک و پوتوسیوم رو میتوان به عنوان نیروهای متضاد با اثرات متفاوت و رگهای خونی در نظر گرفت در واقع پوتوسیوم به عنوان یک شل کننده عمل میکنه رگهای خونی رو شل میکنه و فشار خون رو کاهش میده اما در مقابل نمک به عنوان یک عامل صف کننده عمل میکنه رک های خونی رو منقبض کرده و فشار خون رو بالا میبره مطالعات نشون میده که پوتوسیوم در رژیم غذایی میتونه به طور قابل توجهی توجه فشار خون رو بهبود ببخشه یک قانون ساده در این مورد اینه که در سطح بالای فشار خون باید بر روی میوه ها و سبزیجات بیشتری تمرکز کرد و مصرف اونها رو بالا برد همچنین مصرف غلات کامل و ماهی بسیار مفیده به خصوص آووکادو موز قارچ سبزیجات برگدار گوچ و فرنگی آلو سیب سیب زمینی شیرین و زردالو همینطور ماهی قزل صدف چغندر و لوبیا بهترین غذاهایی هستند که سرشار از پوتاسیومند بسیاری از غذاهای کامل حاوی پوتوسیوم هم هستند که حاوی مقدار زیادی فیبرند که تاثیر قابل توجهی در کاهش فشار خون دارند باید به یک نکته مهم هم توجه کرد و این اینه که افرادی که مشکلات کلیوی دارند باید در مورد مصرف پوتوسیوم تعادل رو رعایت بکنند و حتما با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خودتون مشورت کنید شماره دو منیزیومه منیزیوم برای حفظ سلامت قلب و اطمینان از عملکرد صحیح سعی همه اندام های بدن ضروریه در واقع منیزیوم به تنظیم میزان کلسیوم و سایر مواد معدنی در سلول ها کمک میکنه که تاثیرات منفی بر کاهش فشار خون داره میزان مصرف روزانه توصیه شده برای بزرگسالان بستگی به سن و جنسیت متفاوته همینطور برای رسیدن به این هدف به طور طبیعی مقدار زیادی آجیل دانه ها، حبوبات، میوه ها، سرجات میوه ها و غلات کامل مصرف کنید همینطور مواد زیر منابع غنی از منگزیوم هستند مانند آوکادو، بادام، بادام هندی، آجیل بریزیلی، نخود، عدس، نخود لوبیا، توفود، کتان، و دانه کدو تنبله همینطور گندم سیاه جو اسفناج زی خردل هویج کلم بروکلی انجیر گوابا کیوی پاپایا شاتود و تمشک هستند و اگه عاشق شکلات هستید خبر خوب اینه که شکلات تلخ یک منبع عالی از منیزیومه که حدود 15 درصد از نیاز روزانه شما رو در یک وعده یعنی یک اونس برآورده میکنه که به علاوه شکلات حاوی مس آهن و می میباشه که به محافظت از کلسترول در برابر اکسیداسیون و بهبود جریان خون کمک میکنه نکته مهم اینه که کاکائو 75 درصد یا بیشتر مصرف کنید و از مصرف شکلات پرقند و شیر خودداری کنید. همچنین میتونید از مکمل های منیزیوم هم استفاده کنید اما قبل از آن حتما با پزشک خودتون هم مشورت کنید شماره سه کلسیومه کلسیوم مزایای متعددی رو در مورد مدیریت افت فشار خون ارائه میده کلسیوم برای سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون که انقباز و آرامش رکای خونی رو تنظیم میکنه و از فشار خون خیلی بالا یا خیلی پایین جلوگیری میکنه یک عنصر حیاتی است کاربرد کلسیوم بر سیستم خون به این صورته که درست مثل یک مرکز کنترل در بدن عمل میکنه که فشار خون بالا رو در سطح سالم نگه میداره اگر رک خونی رو به عنوان لوله هایی در نظر بگیرید که خون رو در سراسر سر بدن حمل میکنن فشار داخل این لوله ها بر اساس بسیاری از عوامل مختلف تغییر میکنه از جمله اینکه آیا در اون روز خوب استراحت کرده اید یا چه نوع خوراکی مصرف کرده اید و آیا به قد کافی ورزش کردید همینطور سطح استرس شما چقدر بوده وقتی فشار خون خیلی بالا میره سیستم رنین آنژیوتانسین وارد عمل میشه تا به پایین آوردن اون کمک بکنه و در اینجاست که تاثیر کلسیوم بر این سیستم سیستم اثر خودش رو نشون میده کلسیوم همچنین با سایر بیتامین های مهم برای تنظیم سیستم های التهابی تعامل داره به طور کلی کلسیوم برای استخوان هم خیلی مهمه بنابراین چگونه میتونیم مطمئن شیم که کلسیوم کافی دریافت میکنیم پنیر، شیر و ماست به طور کلی به عنوان غذای غنی از کلسیوم شناخته شدند و یک وعده پنیر، شیر و یا ماست حدود 300 میلی گرم کلسیوم رو در خود جای داده که بیش از نیمی از 500 میلی گرم در روز که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده. اما یا میدانستید که سبزیجات سررنگی مانند کلم پیچ و اسفناج نیست سرشور از این مواد مغذی است؟ در واقع یک فنجان از این سبزی ها حاوی 200 میلی کلسیومه همینطور سبزی کولارد حاوی 360 میلی گرم در هر اونس می باشه در کنار اینها مکمل های کلسیوم نیز در دسترس اما مطمئن شوید که مکمل های کلسیوم زیاده روی نکنید چون کلسیوم بیش از حد میتونه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو افزایش بده طبق تحقیقات دانشکده پزشکی هاروارد دوستهای بالای کلسیوم از مکملها ممکنه باعث ایجاد سنگ کلیه بشه شماره چهارم ویتامین به 12 است این ویتامین به احساس تنبلی کمک میکنه ویتامین به گلبول گلبولهای قرمز خون رو سالم نگه میداره و انرژی رو افزایش میده که در مدیریت فشار خون بالا نقش مهمی داره همچنین با سایر مواد مغذی مانند فولات کلسیوم و منیزیوم برای حفظ عملکرد قلب و عروغ به خوبی کار میکنه و همچنین برای سلامت مغز و اعصاب حیاتی است غذاهای غنی از ویتامین به دوازه عبارتند از گوشت مرغ ماهی صدف و تخم مرغ همینطور فرورده های شیر مانند پنیر و ماست به دوازده عمدتا در محصولات حیوانی یافت میشه بنابراین میشه بنابراین این میتونه برای گیاهخواران مشکل ساز باشه اما امروزه در برخی از غذاهای گیاهی از جمله قارچهای شاتوکای و قارچهای خوراکی مانند لوره سبز و بنفش برخی از غذاهای گیاهی نیست ویتامین ب به اونها افزوده شده همچنین مخمرهای مغزی غنی از شیرهای گیاهی مانند شیر بادام شیر جو و شیر برنج حاوی مواد غنی شده از ویتامین b دوازده می باشند به دوازده برای زنان باردار هم مهمه زیرا در رشد اولیه نوزادان بسیار حیاتیه ویتامین چهارم ویتامین C می باشه ویتامین C در مورد سلامت قلب بسیار مهمه سطح اکسید نیتریت رو در بدن افزایش میده که باعث شل شدن رگ‌های خونی میشه و در نتیجه جریان خون رو کارآمدتر میکنه این به معنای بهبود گردش خون در حالی که حالی که استرس کلی بر قلب رو هم کاهش میده ویتامین C عامل یک سیستم ایمنی سالم بدنه که میتونه از عفونت هم جلوگیری بکنه و به همه فراو فرآیندهای های بدن اجازه میده که بهتر عمل کنند. همینطور دوست های مصرفی ویتامین سی رو میتونید از مرکباتی مانند پرتقال، لیمو و کیوی دریافت کنید اما آیا میدانستید که کلم بروکلی، اسفناچ، گوش فرنگی منابع عالی از این ویتامین هستند همینطور در کنار اینها کلم، گل کلم و توت فرنگی منابع غنی سرشار از ویتامین به دوازه هستند در واقع همه این سبزیجات حاوی مقادیر بالایی از آنتی های مفید و ترکیبات طبیعی هستند که از قلب خون محافظت میکنند علاوه بر این ترکیب این ماده مغذی در کنار مواد مغذی دیگر مانند منیزیم و پوتوسیوم مزایای اونها رو چند برابر میکنه زیرا به روش های مختلف به طور هم افزایی عمل میکنند که برای سلامتی بدن بسیار مفیدند و آخرین ویتامین ویتامین د می باشه ویتامین د به حفظ یک سیستم ایمنی سالم و همچنین آدیسازی سازی سطوع کلسیوم و فسفات کمک شایانی میکنه فسفات بیش از حد میتونه باعث مشکلاتی مانند بیماری قلبی و مشکلات کلیوی بشه در حالی که فسفات بسیار کم میتونه باعث بیماری های استخوانی مانند راشتیسم و استئومالاسی بشه ویتامین د به بدن کمک میکنه تا تعادل رو حفظ بکنه و سالم بمونه اما یا میدانستید که این ویتامین ممکنه با کاهش فشار خون بالا نیز مرتبط باشه در حالی که اطلاعات زیادی در مورد مکانیسم های دقیق این مواد وجود نداره اما تعدادی از مطالعات ثابت کردن که کمبود ویتامین د با خطر بالاتر فشار خون مرتبطه و یک مطالعه در سال 2017 نشان داد که ارتباط مشترکی با وضعیت پایین ویتامین D و ویتامین ک با سطح فشار خون بالا دارند دوستان از شما تشکر میکنیم که چاپ پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشید که کامیتا و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما در اولین فرصت دیدن کنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید